اقدام تازه حسن روحانی برای مقابله با بحران مالی و فساد اقتصادی. بانک مرکزی از سیف به همتی رسید. مبارزه با فساد شعاری که موافق و مخالف حکومت ایران بر آن توافق دارند. موانع عبور این توافق از مرحله شعار کدامند؟ و دیدار با پدرخوانده دیوها در پاریس. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. تغییر و تحولات در دولت ایران با بانک مرکزی آغاز شده. عبدالناصر همتی جانشین ولی‌الله سیف می شود که 5 سال دوره ریاستش به پایان رسیده. بحران مالی به ویژه تلاطم در بازار ارز باعث شده تا از آقای سیف انتقادهای زیادی شود. آقای همتی هم زمانی دارد سکان بانک مرکزی را به عهده می گیرد که انتظار می رود بازگشت تحریم های آمریکا در هفته های پیش رو وضعیت اقتصاد را وخیم تر کند. جزئیات بیشتر از کسرا ناجی. بعد از هفته ها تغییر و تحول در سیاست های ارزی کشور، هنوز روشن نیست که مسافران خارج از کشور قرار است چگونه ارز مورد نیازشان را تهیه کنند. حالا امید است که رئیس جدید بانک مرکزی عبدالناصر همتی راهی برای بیرون رفتن از این تنگه پیدا کند، تنگی ارز. این رئیس جمهوری امروز بعد از آنکه کابینه با انتصاب آقای همتی موافقت کرد. و من در اینجا ضمن تبریک با آقای دکتر همتی به خاطر اعتماد دولت به ایشون و قبول ایشون برای این بار مسئولیت که فردی هست با تجربه در زمینه مسائل بانکی و مالی و پولی و تشکر فراوان از آقای دکتر سیف به خاطر زحمات 5 سالهشون که ایشون دوره 5 سالهشون تقریبا به اتمام رسوندن. حالا چند هفته ای از این دوره ایشون باقی مونده بود که ایشون استعفا دادند، به خوبی به وظیفه ایشون عمل کردند. آقای سیف دلار را در سطح تقریبا 3000 تومان تحویل گرفت و در سطح 9000 تومان تحویل داد. داوطلبانه و بدون ارتباط اینکه ارز با سازمان برنامه وجود داشته باشه، شخصا آمدم و درخواست کردم که از همه مسئولیت‌های موجود دولت کنارگیری بکنم. کس دیگری در کابینه اقتصادی دولت که در پی سقوط ارزش ریال و نابسامانی‌های اقتصادی از کنار رفتن او صحبت به میان آمده، محمد باقر نوبخت است، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه بودجه. او امروز گفت حسن روحانی با رفتنش موافقت نکرده است. بیش از هر چیزی ما باید نگران مردم باشیم، نگران وضعیت اقتصادیمون باشیم. نظام الان در وضعیتی قرار داره که ما هممون میدونیم فشارهای خارجی هست. دونالد ترامپ ایران را در موقعیت دشواری قرار داده، تنگه ای سخت. دور اول تحریم‌های آمریکا قرار است تا کمتر از 2 هفته دیگر از سر گرفته شود. این او دیروز در یک سخنرانی در مقابل بازنشستگان نیروهای مسلح آمریکا. من آمریکا را از این توافق افتضاح و یک طرفه هسته‌ای خارج کردم. و ایران از آن موقع به بعد دیگر ایران سابق نیست. حالا می‌بینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. ما برای یک معامله و توافق واقعی حاضریم، ولی نه آن توافقی که دولت قبلی با ایران کرد که یک فاجعه بود. سخنانی که دوباره این بحث‌ها را شروع کرده که آیا او به دنبال براندازی است یا به دنبال معامله. در تهران اما فعلا هدف جلوگیری از فروپاشی اقتصادی ایران است. شاید با یک کابینه جدید اقتصادی که ظاهراً ایجاد آن برای رئیس جمهوری دشوارتر از آن است که انتظارش را داشت. کسری نجی، بی بی سی.
هفته گذشته در مجلس ایران طرحی به تصویب رسید که هدف آن تکمیل قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بود. قبلا این قانون تصویب شده بود ولی آنقدر راه فرار داشت که مدیران بانفوذ به آسانی می توانستند بعد از بازنشستگی همچنان در مقام خود باقی بمانند. اگر این مصوبه در شورای نگهبان تایید شود، حدود 1700 نفر از مدیران دولتی باید جای خود را به جوانترها بدهند. طرفداران طرح میگویند باید به جوانها و خلاقیت آنها میدان داد. مخالفان میگویند سرمایه تجربه چه می شود؟ البته رؤسای سه قوه، معاونان رئیس جمهوری، اعضای شورای نگهبان، کسانی که اجازه خاص از طرف آیت الله خامنه ای رهبر ایران دارند و عده دیگر مستثنا هستند. جزئیات بیشتر از نگین شیراقایی. خودش مسن‌ترین رئیس جمهوری ایران نبوده، اما هر دو کابینش رکورددار بالاترین میانگین سنی در میان همه دولت‌های پس از انقلاب هستند. کابینه اولش با میانگین 58 سال و کابینه دوم با میانگینی تنها 6 ماه کمتر. تفسیر یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان. حالا نمایندگان مجلس میگویند میخواهند با اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان مدیریت کشور را به جوانان بسپارند. در واقع طرح میتواند جوانگرایی و خلاقیت رو در نظام اداری ما همراه بکنه که خودش میتواند راهکارهایی رو برای برون رفت از وضعیت اقتصادی فعلی ما به همراه داشته باشه. اصلاحاتی که مجلس تصویب کرده شامل هر نهادی که از بودجه کل کشور سهم دارد می شود. به این اساس بازنشستگان تنها می توانند در شغلهایی مثل ریاست قوای سگانه، معاون اولی رئیس جمهوری، نیابت رئیس مجلس، عضویت در شورای نگهبان، وزارت، نمایندگی و معاونت رئیس جمهوری استخدام شوند. به این ترتیب دیگر استانداران، معاونانشان و معاونان وزرا نمی توانند بازنشسته باشند. این اصلی ترین تغییری است که در قانون روی داده و بر این اساس پیش بینی می شود که حدود 1700 نفر باید در 60 روز آینده کنارگیری کرده یا برکنار شوند. عددی که چندان بزرگ به نظر نمی آید. دو ماه 60 روز پس از تصویب شورای محترم نگهبان دولت فرصت داره که جایگزینای خودش رو معرفی بکنه که خوب اون هم توسط دولت معرفی خواهد شد، توسط مسئولین قوا معرفی خواهد شد. اگر پس از دو ماه هر گونه برداشت برای حقوق این افراد در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی هستش. هرچند نمایندگان مجلس خوشبینند که با اجرای این قانون جوانان راهی به مدیریت پیدا کنند، منتقدان سنگ‌های سر راه را بزرگتر از آن می‌دانند که با این قانون به کناری رانده شوند. این قانون تغییری در پیرترین کابینه جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمی‌کند و اگر قرار است الگوسازی شود، چرا برای همه نباشد؟ و یا این حرف منتقدان که میگویند حتی با فرض اجرای دقیق و کامل قانون، جوانان چطور باید از سد مسائلی چون فساد اداری و انتخاب‌ها و انتصاب‌های غیر تخصصی بگذرند؟ نگین شیراقی، بی بی سی. فساد مالی به یکی از مشکلات مزمن سیاسی و اقتصادی در ایران تبدیل شده است و دائم اخباری از ابعاد گسترده آن منتشر می شود و هر بار به نظر می رسد ارقام اختلاس ها بالاتر می رود. هر از گاهی هم تجمعات و اعتراض هایی شکل می گیرد. مسئولان هم قرعه رسیدگی می دهند و یکی دو نفر هم اعدام می شوند. مریم افشنگ گزارشی دارد از این داستان ظاهراً بی انتها. فراری کجاست؟ کرج. کرج نمیاد اینجا؟ ما میریم اونجا. قهرمان فیلم علیرضا داوود نژاد از زندگی یک چیز میخواهد، گرفتن سلفی با فراری. بادیگاردها و سبک زندگی پسر قصه که از قضا فراری هم دارد نشان میدهد که او میتواند یک آقازاده باشد. فیلم فراری روایتی است از فاصله طبقاتی مثل خیلی دیگر از فیلمهای امروز سینمای ایران. بحثی که حرف امروز و دیروز نیست. داد همه از این فاصله که هر روز بیشتر هم می شود در آمده. می گویند فاصله طبقاتی موجود در ایران حاصل سالها فساد مالی است که به یکی از مشکلات مزمن سیاسی و اقتصادی تبدیل شده. اینها تصاویری است از تجمعات اعتراضی دیما. اعتراض به وضعیت معیشتی مردم که معترضان یکی از دلایل آن را وجود فساد مالی در حکومت می‌دانند. سران حکومت همگی متفق القولند که باید با فساد مبارزه کرد. موافق و مخالف هم می‌گویند فساد می‌تواند باعث سقوط نظام شود. رهبر ایران فساد را به اژدهای هفت سر تشبیه می‌کند.
اژدهای هفت سر، یک سرشو که میزنی با شش سر دیگه حرکت میکنه، از بین بردنش آسان نیست. فساد اینجوریه. فساد، اون کسانی که منتفع از فسادن در درون جامعه، برخورد با اینها و زورآزمایی با اینها کار بسیار سختی است، کار انصافا مشکلی است، ولی از اون کارهای سختی است که حتما باید انجام بگیره. اما شواهد میگوید عزم راسخی برای مبارزه با فساد وجود ندارد. این را پرونده های ریز و درشت فساد مالی سالهای گذشته نشان میدهد. از جدیدترینش واردات خودرو تا جوان 31 ساله‌ای که 38250 سکه خریده است، از متهمان فراری اختلاس‌های چند میلیاردی با رقم‌های اعجاب‌انگیز تا املاک نجومی شهرداری‌ها، تخلفات صندوق‌های سپرده‌گذاری و پرونده‌های زمین‌خواری و حتی گم شدن دکل نفتی. میگویند باید جلوی فاجعه را قبل از وقوع گرفت. هرچند منتقدان معتقدند در ایران حتی بعد از فاجعه هم کسی به دنبال راه حلی برای بحران نیست. از جمله کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یا کنوانسیون پالرمو که پیوستن به آن از جمله شرایط خروج دائم ایران از فهرست سیاه کارگروه اقدام مالی یا FATF است، نهادی که وظیفه آن نظارت بر مبادلات مالی کشورهاست. اما در این بین هم مجمع تشخیص مصلحت به دلیل انطباق با سیاست‌های کلی پالرمو رو مورد بحث و بررسی قرار دادن، دو تا ایراد برای ما ارسال کردن که ما اینها رو هم به مجلس اعلام کردیم. یکی مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستش و یکی هم مغایرت با سیاست‌های کلی و کلان امنیتی هست. خسارت‌های ناشی از فساد سیستماتیک اقتصادی و سیاست‌ها و تصمیمات غلط را اما مردم و شهروندان عادی می‌دهند. مردمی که شاید مانند دختر فیلم فراری آرزوهای کوچک دارند که هیچگاه محقق نمی شود. مریم افشنگ، بی بی سی. مونیخ میزبان جشنواره کلاغ‌های سفید بود. جشنواره‌ای که هر دو سال یک بار کتابخانه بین‌المللی ادبیات کودکان و نوجوانان با دعوت از نویسندگانی از دیگر کشورها برگزار می‌کند. یکی از اهداف آن آشنایی کودکان و نوجوانان آلمانی با نویسندگان و فضای ادبیات در سایر کشورهاست. برای اولین بار هم نویسنده‌ای از ایران دعوت شده بود. مریم انصاری از مراسم افتتاحیه امسال می‌گوید. قصر قدیمی که زیرزمین آن مخزن نگهداری بیش از 650 هزار کتاب کودکان و جوان است. با ایده های ناب برای برانگیختن اشتیاق خواندن. شاید همه جور کتابخانی دیده باشید الا این جورش را. جشنواره کلاغ‌های سفید می‌خواهد علاوه بر تشویق به خواندن، با این نمایش دشواری نوشتن به خصوص برای نوجوانان را نشان دهد که از دوره‌ای مملو از تجربیات تازه و پرهیجان عبور می‌کنند. امسال نویسندگانی از کشورهای مختلف مثل لهستان و جمهوری چک، سوئد، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا، بریتانیا و آمریکا به اینجا دعوت شدند و از خاورمیانه جمشید خانیان از ایران. جشنواره کلاغ‌های سفید مثل نامش ویژه است، چون دنبال کتاب‌های معروف و به اصطلاح بست‌سلر نیست و می‌خواهد کودکان و نوجوانان آلمانی را با نویسندگانی آشنا کند که آثارشان هرگز در اینجا منتشر نشده. ادبیات کودکان و نوجوانان در ایران از تاریخچه پرباری برخورداره. تصویرنگاری کتاب کودکان در ایران بسیار زیباست. ما در فستیوال قبلی از ادبیات کشورهای عرب خاورمیانه دعوت کرده بودیم، ولی از ایران هنوز کسی رو نداشتیم و برای ما بسیار جالب بود که صدایی از ادبیات کودک و نوجوان از ایران رو در این فستیوال بشنویم. جمشید خانیان با دو کتاب به اینجا آمده. او زاده آبادان است و تجربه جنگ در داستانهایش جای ویژه‌ای دارد. از او میپرسم با چالش نوشتن برای نوجوانان که سالهای بحرانی زندگی را طی می‌کنند، آن هم در فضایی که 1001 محدودیت در آن وجود دارد، چگونه کنار می‌آید؟ ببین، این چالش واقعا وجود داره. بعضی از کشورها که ادبیات نوجوانشون درست مثل همین آلمان، یه بخشی در ادبیاتشون وجود داره به نام ادبیات
یا رمان نوجوانی. این رمان نوجوانی دقیقاً بحران‌های به ویژه بحران هویتی که در نوجوان‌ها وجود داره رو مطرح می‌کنه و کاملاً متعلق به نوجواناست. من فکر می‌کنم که ما نیازمند این هستیم که در واقع جز تجربه‌های خودم میگم که این مرحله رو پشت سر بذاریم و برسیم به این جایی که واقعاً رمان نوجوان داشته باشیم. چرا انقدر جنگ توی نوشته‌های شما تکرار میشه؟ چرا انقدر بهش میپردازید؟ من فکر میکنم که لازمه که این خشونت، این جنگ از طریق ادبیات به بچه‌های ما منتقل بشه و اونا اینو تجربه کنن و بدونن که این خشونت چقدر مرگباره. رویا مکتبی فرد، کارشناس بخش فارسی کتابخانه، به پیشینه ادبیات کودک و نوجوانان در ایران اشاره می‌کند و بیش از نیم قرن فعالیت پرثمر شورای کتاب و کودک و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. اما خب در این حال موانع و عوامل بازدارنده هم وجود دارن. مسائلی مثل ممیزی وجود داره، نگاه تعلیم مدار به ادبیات کودک و نگاه ایدئولوژیک به ادبیات کودک، و باز مسئله دیگه‌ای که خیلی ما رو خطر بزرگی که ما رو از جامعه جهانی جدا بکنه بحث کپی رایته، که خب در ایران رعایت نمیشه و با وجود تمام قابلیت‌هایی که الان کتاب‌های ما به ویژه در حوزه تصویرگری داره، دست ما خیلی بسته است برای اینکه بتونیم محصولاتمون رو به دنیا عرضه بکنیم. در هفته‌ای که این فستیوال جریان دارد، بیش از 90 برنامه کتابخوانی در ایالت بایرن برگزار می‌شود. گردانندگان این برنامه‌ها خود نوجوانان هستند. دانش آموزای مختلف برای اینکه بتونن نویسنده‌ای رو دعوت کنن، باید در یک مسابقه شرکت کنن. هر مدرسه که در این مسابقه برنده بشه، یک روز مهماندار نویسنده محبوبش میشه. مثلا بچه‌های یه مدرسه میگن داستان کتاب رو به شکل تئاتر اجرا می‌کنیم، یا مثلا یک نمایشگاه در رابطه با کتاب می‌ذاریم. جیسون رینولز، نویسنده آمریکایی، با کتابش درباره دور تازه خشونت پلیس آمریکا بر ضد شهروندان سیاه‌پوست، موضوعی جالب برای مخاطبان نوجوان فستیوال را طرح کرده. اما دنیای کوچکترها لطیف‌تر است. Das mag ich sehr gerne, weil ich selber auch Ben heiße und der Junge sieht, um den es geht, der sieht auch ein bisschen so aus wie ich. Ich mag an dem Festival sehr, dass ich die Autoren von den Büchern kennenlerne. Also mir gefällt am besten die Vorlesungen, weil die immer witzig sind und weil die Vorleser das so gut gestalten. گهی پشت زین و گهی زین به پشت. حالا این دو خبرنگار جوان میخواهند بدانند که چه چیز فستیوال برای من جالب بوده. میگویم اینکه شاید باعث شود به جای نگاه کردن دو دقیقه یک بار به پست‌های آشنایان در فیسبوک، وقت بیشتری برای کتاب بگذارم. مریم انصاری، مونیخ، آلمان. گالری نیکولا فلامل در پاریس این روزها میزبان مجموعه‌ای از آثار علی اکبر صادقی، هنرمند شناخته شده ایرانی است. هنرمندی که از گذشته تا کنون همواره اسطوره‌ها و داستان‌های فولکلور ایران دستمایه کارش بوده. صادقی در 81 سالگی همچنان به دنبال کشف و تجربه تکنیک‌های جدید است. او این بار مجموعه دیوهای در سفرش را با خود به پاریس آورده. ناجیه غلامی با او در این شهر دیدار کرد. در گالری نیکولا فلامل در پاریس به دیدن علی اکبر صادقی و چند تا از دیوهایش رفتم. دیوهایی که بعضیشان را در آتلیه‌اش در تهران کشیده و بعضی دیگر را در سفرهایش. دیوهایی که خیلی وقتها سلف پورتره‌های خود هنرمند هستند در جهانی وهم‌آلود و غیر واقعی. یه دو سالی از رفتم رو دیوها، برای که جهان ما پر از دیوه. ما که الان اینجا نشستیم داریم با هم صحبت میکنیم، یک هزارم هم که شده میگیم نکنه یک کسی بیاد اینجا ما رو بکشه، حال ما هایی چی آدم های دیگر بکشه. من بعد یه شعرهای خیلی سورئال میگم اینا، میگم گرگان را به مدرسه میبریم و با آنها الفبا میآموزیم. آنها وقتی الفبا را یاد گرفتن هرگز دیگه گوسفندان را نمیدرند. در درون هر انسانی یک فرشته هست و یک دیو. ما چجوری میتونیم فرشتمونو بالا پربش بدیم و چجوری میتونیم دیوهامونو بیارم توی شما؟
صادقی خیلی از این دیوها را در لابلای صفحات حوادث روزنامه ها پیدا می کند. در میانه یک روز عادی و گاه تکراری دیگر. میرم آتلیه هم تا 1:30 کار میکنم. کنم میام غذا حاضره است. غذا میخورم. بعد یه روزنامه میخورم. چه روزنامه رو میخورم؟ حوادثش. بلکه نمیخوام سیاست و این چیزا رو بازم تصویبه. یه چیزایی هستش که یک ادره وادار میکنه به اینکه به دیگران تجاوز بکنن، به دیگران آسیب برسونن و اینا. من میخوام بگم که دوست دارم بعد خود ناراحت بشم، میدونی؟ و بعضی از این دیوها از صفحات حوادث روزنامه بیرون میپرند و پا به دنیای او میگذارند. آنها که علی اکبر صادقی به فرزند خواندگی میپذیرد. یه پسری که در یک خانواده بزرگ میشه و میبینی شب پدرش میاد، مادرش کتک میزنه، بعد کتک میزنه، بعد این بچه هم فکر میکنه اگر که یه روز زن بگیره همین کار رو باید انجام بده. من میگم اگر جای پسر منو با اون عوض بکنه، اون بیاد خانواده ما، اینم این دو تا پسرای دیگه من میشه. سعی میکنم اینا رو در واقع تربیتش میکنم، کلاس براشون میذارم که فرهنگ و سواد رو یاد بگیرن و بیان برن سلمونی موهاشون رو بتوشن، شاخهاشون رو درن. بعد آخه به اینا فکر میکنم، میگم خب دیوهای من میتونن خیلی خوب باشن، خیلی خوب باشن. علی اکبر صادقی یکی از پرکارترین هنرمندان تاریخ معاصر ایران بوده است. از بنیانگذاران نقاشی متحرک در کانون پرورش فکری کودکان. همیشه به دنبال یادگیری تکنیک‌های جدید. جهانی که در کارهایش خلق کرده، تلفیقی است از داستان‌های کهن ایران باستان و نمادهای دوران صفوی. هیچ وقت از شیرجه زدن در دنیای سورئال ذهن خود نترسیده. 35 سال پیش کتاب صد سال تنهایی مارکز رو خوندم، بدم واش داره مغز منو منفجر میکنه. قصد سورئال بود که من وحشت کردم. چقدر در مغز یک انسان ممکنه این همه ایده باشه؟ یکم مولانا برای من خیلی مهمه. من فقط یک بیت کوچیک از مولانا میگم، شما ببینید یک دنیا ایده تو اینه. میگه که هر نیی شمع مزار خیز شد. شما ببینید چقدر ایده تو این هستش، چقدر ایده تو این. چجوری فکر رسید که اون چیزی که داره آتش میگیره شمع مزار خودش بشه؟ برای فرار از دیوهای واقعی، هنرمند دیوهای خیالی میسازد که بی تکلفند، فارغ از سیاست و شاعرانه. ناجی غلامی، بی بی سی. هفته گذشته یک تیم از دانش آموزان رباتساز افغانستان برای شرکت در مسابقات بین‌المللی روباتیک که با حمایت شرکت‌های کایروبات کره روباتیکس و مؤسسه استیم در تهران برگزار شد، راهی ایران شدند. اعضای این تیم از بین حدود 200 دانش آموز مدارس خصوصی کابل برگزیده شده بودند. نسرین نوا، خبرنگار ما در کابل، میگوید در سال‌های اخیر خیلی ها در افغانستان از کودکان تا بزرگسالان به این رشته علاقه‌مند شدند. آهسته اما هوشمند ربات امدادگر زخمی ها را می‌بیند و چراغ خطر را روشن می‌کند. بازویی برای سازندگانش، برای انتقال آسان‌تر اشیا. بیشتر دانش آموزان مدرسه و کودکان کم سن و سال. ربات هایی ساده با ساختاری پیچیده برای رسیدن به هدف. اهدافی متفاوت، از برآورده کردن خواب‌های آینده تا حل مشکلات روزمره. در آینده می‌خوام دکتر شوم که ربات‌سازی را ادامه می‌دم، که ربات می‌سازم که هم به مریضا کمک کنه هم به مردم.
من دوست دارم یک ربات بسازم که جدید باشه، یک چیزی بسازم که همین برق بتارم راحت‌تر، بهتر و دست بیارم. پیچ‌هایی که بارها باز و بسته می‌شوند. مشغولیت دلگرم کننده‌ای که از شاگردان کنجکاوی و دقت می‌طلبد. سعی می‌کنند آنچه را یاد گرفته‌اند در قالب ربات‌ها زنده کنند. فرصتی که کمتر برای همه پیش می‌آید. متاسفانه مضمون‌هایی که باعث بشه خلاقیت شاگردان و دانش آموزان مشخص بشه و عملی بشه توی افغانستان خیلی کمه و یا حتی میشه گفت نیست. گل شد. نشد. خیلی سخت به نظر میرسه. من هر چی سعی کردم خوب یاد نگرفتم. اما بچه‌ها با تمرینی که داشتن مهارت خوبی در رباتیک حاصل کردن. این رشته میتونه واقعا به حس و نیاز سازش، تخریب و بازسازی بچه ها کمک بکنن. این بچه هایی که اینجا میبینن قرار هست به زودی در مسابقات کای رباتیک کوریا در پایتخت ایران اشتراک بکنن. لیگ امدادگر هست. خانه رباتیک افغانستان میگوید علم رباتیک علم آینده است. هر کشوری که بخواهد از دنیا عقب نماند ناگزیر است برای این علم سرمایه گذاری کند. در سال 2018 خوشبختانه خانه رباتیک افغانستان نمایندگی سازمان WRO یا سازمان ورلد روباتیک اولمپیاد کسب کرده و انشاءالله چند تیم راهی مسابقات بین‌المللی WRO خواهد شد. ربات سازان افغانستان با رقابت‌های خارجی بیگانه نیستند. سال گذشته تیم دختران رباتیک افغانستان در رقابت با بیش از 160 تیم از سراسر جهان در آمریکا مدال نقره شجاعت را به دست آوردند. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.